لپتاپ هم نشون میداد، فکر کردم که روی کانال دوم هستم. ببخشید، به هر حال دوباره برگشتم در خدمتتون. منو ببخشید به خاطر اینکه نمیدونم چرا امروز اینطوری شد. الان رو کانال یک دوستان هستن، دارن میبینن منو. اونه که هستن به من بگن که من خیالم راحت. چه متاسفانه بازم لپتاپ من نشون نمیده که من روی کانال یک هستم یا نه. بله الان درست شد، خیلی متشکر. سلام به همتون، سلام به همراهی هاتون و لطفی که دارید. خب درسته، بله هست، متشکرم، ممنونم، خیلی ممنون. یه خورده حال احوال بپرسیم تا دوستان بیان. ساسان اهوازی، بهرام بستامی عزیز، عمر خیام، پریسیما کشاورز، محمد طالبی 50، حامی عزیز، محمد سالاری، آرش صداقت، محبود صادق، آریافر. خب دوستان، حالا دیگه من از خشایار عزیز از بندر نظری، دی شاملو، همینجا در خدمت شما هستم. امین حسینی، مس مهدوی، خوش آمدید شما هم. ایران 2582، محمود کاوه نژاد از من، محمود با نژاد که میبینم یه جوری میشه حالم، ولی حالا خوشبختانه محمود کاوه نژاد انرژی میده بادم. کیسر سوزه، فراموش میشوی، خانم شهرزاد صبری، درود از دش رش حمید اسدی. خب دوستان، من دیگه اجازه دارید سلام آفرزه بذاریم برای بعد صحبت میکنم با دوستان دیگه. بهزاد هنرمند، لوسیفر. خب من اول یه یادآوری کنم برای اینکه یه توسری بزنیم به طرفداران جمهوری اسلامی. دو روز از اعلام رسمی دولت عربستان و 5-6 روز از اعلام رسمی دولت کویت گذشته که گفتن که ما جمهوری اسلامی رو آدم حساب نمی کنیم. البته متاسفانه این آدم حساب نکردن جمهوری اسلامی ضررش به ملت ایران میرسه و گفتن ما مالکیتی برای ایران در حوزه گازی آرش، یا به قول اونا الدره، الدره، نمیدونم حالا چجوری تلفظ میشه، متاسفانه صوتی جایی نشیدم، فقط خبرهای مکتوب خوندم. برحال ما همون نام زیبای آرش رو میگیم. گفتن مالکیت قائل نیستیم. ظاهرا از بین رفتن میلیاردها دلار و شاید اگه حساب بکنیم برای دوره های طولانی صدها میلیارد دلار و شاید هزاران میلیارد دلار سهم ایران در حوزه گازی آرش به اندازه جان شیخ نمر ارزش نداشت. که وقتی شیخ نمر اعدام شد، که حالا اعدامشون رو هم محکوم میکنم، ولی یه نفری بود، حالا من میخوام توضیح بدم، اعدام به برنامه امروز هم میخوره، که به ما چه ربط داره. بله در دنیا خیلی ظلم میشه، اما در مقابل همش جمهوری اسلامی میسته. من بارها در مورد مسلمانان اویغور گفتم، حالا نمیگم همه ای کسانی که در دنیا تحت ستم هستن، مسلمانانی که تحت ستم هستن. یکی از دوستان برام نوشته که تو چرا از فلسطین دفاع میکنی، چون تو طرفدار جمهوری اسلامی هستی، چون از فلسطین دفاع میکنی به خاطر جمهوری اسلامی، اما از مسلمانان اویغور نمیگی. خب حالا دوستان اگر گوششون فیلتر نباشه، دیدن من بارها و بارها اتفاقا اشاره کردم به خاطری که بردگی و بندگی و تسلیم بی قید و شرط جمهوری اسلامی در برابر چین رو نشون بدم. بارها گفتم که خب مسلمانان اویغور هم مسلمانان هم انسان، این همه جنایت در حقشون کرده چین، مردهاشون رو عقیم کرده، مساجدشون رو خراب کرده، بسیاری از مشکلاتشون رو براشون مشکلات درست کرده. خب ولی دخالت نمیکنه. اما برای اعدام شیخ نمر، لات رسما لات ها حسن کرد میهن، علی فروغی که بعدن چون رئیس شبکه سه و سیما، شبکه سه سیمای جمهوری اسلامی و بسیاری از کسانی که اون کارگردان فیلم گاندو، اون لاتی که الان هم با صدا و سیما کار میکنه و با دولت رئیسی کار میکنه و خیلی از عرازلی که چهره هاشون شناخته شد، حمله کردن به سفارت عربستان بابت اینکه شیخ نمر اعدام شده. شیخ نمر هم عربستان سعودی مطابق قوانین جمهوری اسلامی اعدامش کرد، دنبال براندازی بود، دنبال مبارزه مسلحانه برای براندازی حکومت عربستان بود، طبق روال جمهوری اسلامی اعدامش کردن. جای گله‌ای نداره، اصلا گله هم داشته ربطی به جمهوری اسلامی نداره. خب
اما برای میلیاردها و شاید ده ها میلیارد و شاید صد ها میلیارد، من واقعا الان نمیدونم سهم ایران اگر قرار باشه که درست بهره برداری بشه در طول سالهای متمادی چقدر خواهد بود. ولی برای این هیچ، نه تنها دیگه لات هاشون حمله نمیکنن به سفارت عربستان، نه تنها کفن پوشاشون وقت ندارن برن خوشرویی کفناشون رو بگیرن دوباره بپوشن که انشالله کفن پوش دائم بشن، بلکه حتی یه اعتراض رسمی هم جمهوری اسلامی نکرده، کمان که جمهوری اسلامی اعتراض رسمی مؤثری به چین نکرد به خاطر امضای بیانیه مشترک با عربستان و شورای همکاری خلیج فارس و استفاده از نام جعلی برای خلیج فارس و تأکید بر مالکیت امارات بر جزایر سگانه ایرانی. خب اینجا هم اعتراض نکردن. مشخص شد که حالا این لاتولوتا که پول میگیرن میرن که اصلا شعور ندارن. باور کن خیلیشون اگر بهشون بگی عربستان رو بنویس، البته چون ار رو بلدن، ار رو اولش رو اما بقیهش رو بستان رو نمیدونن با ساد بنویسن با سه نقطه بنویسن، تانش رو نمیدونن چجوری بنویسن. ولی به هر حال اونا که گناهی ندارن. سرانی که حمایت کردن و خامنه‌ای هم گفت رفتن تا جلوی سفارت درست بود ولی ورود به سفارت غلط بود، که اینم دیگه حالا برای خالی نبودن عریضه گفت، هم در مورد سفارت انگلیس گفت و هم در مورد سفارت عربستان، ولی دیدید که هیچ اقدامی نکردن. اینم برای کسانی که ادعا میکنن جمهوری اسلامی خیلی مقتدره، بدانید و ببینید که جمهوری اسلامی اقتدارش در تربیت یک مش هاره که به جان مردم بندازه و یک مش وحشی که به سفارتخونه حمله کنه و بعد به غلط کردن بیفتن. ولی در مورد زیر سوال بردن مالکیت ایران بر سهم مشترک در میدان گازی مشترک آرش، سکوت مطلق، خاک مرگ بر دهان از علی خامنه ای تا این لنگ دراز بی شعور امیر عبداللهیان تا برادر داماد رهبر تا تمام کسانی که تا محمد مرندی الدنگ که توصیه هاش فرزند پزشک مخصوص خامنه ای که توصیه هاش به این که زمستان سخت اروپا در پیشه، ما فعلا مذاکرات رو متوقف کن، اونا میان التماس رو میکنن و همین حرف مزخرف رو هم منقل رهبر حسین شهید نادری هم گفت. خب همه اینا الان سکوت کردن، نه کیهان سرمقاله مینویسه، نه محمد مرندی مزخرف گویی میکنه، نه امیر عبداللهیان، نه رئیسی میره باعث جلوی دوربین تلویزیون تهدید کنه، همون تهدیدی تو خالی که طالبان رو کرد برای حقابه هیرمند و هیچ غلطی هم نتونستن بکنن اینها. دیدید که طالبان به هیچ انگاش حرفای رئیسی رو. خب این بحث عربستان. اما در کنار این موضوع یک نشستی در شورای در واقع امنیت سازمان ملل برگزار شده در مورد قطعنامه 2231، همون قطعنامه‌ای که در برجام بهش اشاره شده، یه سری تحریم‌های علیه ایران بوده و قرار بوده که بخشیش در صورتی که برجام به درستی پیش بره بخشایش در همین ماه سپتامبر آینده، یعنی دو ماه دیگه، لغو بشه، از جمله معاملات سلاح برای جمهوری اسلامی، یعنی در حدی که حالا سلاحایی که سلاح کشتار جمعی تلقی نشه جمهوری اسلامی حق داشته باشه بفروشه و بخره. قبل از نشست رسمی شورا اون ترویکای اروپایی، سه کشور اروپایی، آلمان، فرانسه و انگلیس بیانیه خیلی تندی دادن و جمهوری اسلامی رو متهم کردن، که حالا اونا محترمانه گفتن جمهوری اسلامی قطعا مجرمه به نقض مکرر بندهای امو قطعنامه و موافقتنامه برجام. بعد از اون بیانیه گروه سه اروپایی ها، یعنی آلمان، فرانسه و انگلیس، که هر سهشون هم جز گروه پنج به اضافه یک بودن، که حالا بقیه اعضای پنج به اضافه یک آمریکا، روسیه و چین بودن که رو هم شدن شش کشور، علاوه بر اون بیانیه اون سه کشور، شورای امنیت هم جلسه تشکیل داده و شورا با حضور نماینده جمهوری اسلامی، نماینده اوکراین و نماینده اون کشورهای اروپایی و در واقع پنج به اضافه یک جلسه گذاشتن. سعید ایروانی نماینده جمهوری اسلامی در اونجا سخنرانی کرده و بخش عمده ای از سخنرانیش اعتراض به این که چرا اوکراین رو دعوت کردید. من واقعا حالا نه در جایگاه سازمان ملل هم نه سخنگوشون هستم، اما تصور میکنم وقتی که قراره نقض تعهدات جمهوری اسلامی نسبت به برجام بررسی بشه، که کشورهای اروپایی و آمریکا معتقدند که بسیاری از کارهای جمهوری اسلامی از جمله فروش موشک و سلاح به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین نقض قطعنامه است، خب اینها برای که بررسی کنن طبیعتا باید شاهدشون رو بیارن. من این چیزی من میفهمم، این دعوت از اوکراین حداقل این توجیه رو داره. اما دیدم که سعید ایروانی صحبت کرده گفته که
موضوع بین ما و گروه 5 به اضافه که به اوکراین چه ربطی داره، چرا اوکراین دعوت کردید؟ میگم من که به نظرم توجیه داره، ولی حالا اونا باید جواب بدن. ولی خب حالا من سوال میکنم، اگر یک کشوری که موضوعی بهش ربطی نداره نباید دخالت کنه، نباید دعوت بشه، قضیه شیخ نمر به جمهوری اسلامی چه ربطی داشت که این همه هزینه بر مردم درست کردن؟ اینکه اسرائیل فلسطینی‌ها رو می‌کشه به جمهوری اسلامی چه ربطی داره؟ اگر قراره بگیم که چون به کسی ربطی نداره دعوتش نکنید، اگه منطق اینه، به جمهوری اسلامی چه ربطی داشت که حوثی‌ها با عربستان دارن می‌جنگن؟ به جمهوری اسلامی چه ربطی داره که در لبنان چه می‌گذره که حتی در گزینش و در استقرار دولت لبنان دخالت می‌کنه؟ به جمهوری اسلامی چه ربطی داره که گروه‌های فلسطینی با همدیگه چه تعاملی دارن؟ حالا در داخل کشور که حالا اگه بخوام بگیم که مثلا دعوت از یک در مقیاس بین المللی دعوت از یک کشور در یک نشست جهانی، جمهوری اسلامی دنبال ربطش میگرده، بیا در داخل کشور بگه. همین چند وقت پیش بود فرمانده سپاه اصفهان گفتش که من شبانه رفتم در یکی از زندان، زندانی که تعداد از این افراد دستگیر شده بودن، اتفاقا احمق حرفی که زد خیلی خوشحال کننده بود، گفتش که رفتم با این جوانا صحبت میکردم، جوانا به من گفتش، به جوانا گفتم مثلا تعهد بدید عذرخواهی کنید، گفتش که شما باید تعهد بدید، شما باید عذرخواهی کنید، و بعد گفت به زوری جامون عوض میشه. اینو فرمانده سپاه اصفهان فکر کنم سربار فدا اسمش بود گفت. خب میخوام سوال کنم، کجای قانون به فرمانده سپاه اجازه میده شبانه بره در زندان حضور پیدا کنه و بازجویی بکنه؟ این کجا قانون اجازه میده؟ جمهوری اسلامی که خیلی داره سعی میکنه که قوانین بین المللی به کشور دیگه بفهمونه، به رئیس شورای امنیت سازمان ملل بفهمونه که اختیاراتش چیه. مثلا در اونجا همین آقای ایروانی صحبت که میکنه که دیگه از مواردش میگه که شورا داره تحقیق میکنه در مورد بعضی از موارد نقض قطعنامه 2231. شورا همچین وظیفه ای نداره، یا هیئت های تحقیقاتی شورا همچین وظیفه ای ندارن. خب در مقیاس داخلی اینا که اینقدر علاقه دارن بگن ما حقوقدانیم، ما موارد حقوقی رو میشناسیم، موارد قانون رو میشناسیم، بیان به من میگن که کجای قانون گفته که خبرگزاری تسنیم زودتر از وکیل توماج صالحی از حکمش خبر داشته باشه؟ کجا قانون اجازه داده که این الدنگ حالا همکار فاحش خانه تسنیم، فاحش خانه فارس نیوز، خبرگزاری فارس بسیار از خبرهای قضایی رو قبل از خانواده متهم، قبل از وکیل متهم، قبل از خود متهم خبر داره؟ کجای قانون اجازه میده که خبرگزاری فارس نماینده داشته باشه؟ در زمان اعدام نوید افکاری قهرمان بزرگ ما، نه خانواده خودش رو دعوت کردن، نه خانواده مقتولی که شاکی نوید افکاری بود، که واقعیتش هم که اون خانواده هم باید همین دنیا جواب بده، همون دنیا اگه وجود داشته باشه، که میدونستن نوید قاتل نیست، ولی خب به خاطر اینکه نوید مخالف جمهوری اسلامی بود و اون مقتول هم از عناصر سرکوبگر جمهوری اسلامی بود، اومدن وایسادن پای اعدامش، ولی حتی اونا رو دعوت نکردن. اما دوستانی که کارهای منو تعقیب میکنن یادشون، سال گذشته در همین موقع ها در یک اتاق کلاب هاست من با یه آقای به نام شناسا دعوام شد، شناسا مرد چند وقت پیش، که میگفتش که من در زمانی که تناب رو به گردن نوید انداختن اونجا بودم که چجوری میلرزید و التماس میکرد، که من گفتم اون حالا یه چیزی که مستحقش بود گفتم و حالا هم اصلا پشیمون نیستم از اون حرف، گفتم اون طویله بوده، اون زندان نبوده که خانواده شاکی نباشن، خانواده محکوم به اعدام نباشن، ولی تو اونجا حضور داشته باشی. خب کجای قانون اجازه میده که شناسانام اونجا باشه، خبرنگار در واقع خبرنگار که چه از کنم مزدور همکار فاحشه خانه فارس و تسنیم و مشرق نیوز باشن اما خانواده ها نباشن؟ اگر جمهوری اسلامی اینقدر براش مهمه که قانون مر قانون در همه دنیا اجرا شه و میره میگه که به استناد کدام قانون نماینده اوکراین در این جلسه نشسته، اول در داخل خودش حل کنه. میگم اون که مشخصه، در عرصه بین المللی سوال من جواب بدین، کجای قانون، کجای مردم ایران حتی به شما گفتن برید فلسطین رو نجات بدید؟ این سوالی که زیبا کلام در یک مناظری مطرح کرد با علیزاده، گفت این مأموریت از بین بردن اسرائیل رو کی به جمهوری اسلامی داده؟ حالا مأموریت از بین بردن فلسطین رو اسرائیل دارید، کی به شما مأموریت داره در جنگ بین حوثی‌ها و عربستان شما دخالت کنید؟ کی به شما اجازه داره در عراق برید حشد شعبی را بندازید؟ کی به شما اجازه داده که میگم برید بین حتی بین گروه‌های فلسطینی با تقویت یک جناح از گروه‌های مبارز فلسطینی در برابر گروه دیگه، تمام تشکیلات منسجمی که سالها
با اسرائیل جنگیده بودن رو به جان همدیگه بندازید. بازم سوال تکرار میکنم، کی به شما اجازه داره برید در لبنان خرج کنید برای اینکه اکثریت پارلمانی در اختیار حزب الله باشه که دولت منتخب اونجا در اختیار حزب الله باشه؟ و کی به شما اجازه داده که بلند شید برید برای تقویت حزب الله بنزین و نفت مجانی بدید به لبنان؟ خب این که پاسخ اون حرف، اما مسئله اساسی تر داریم، پاسخ حرف اون سعید ایروانی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل. اما حرف اساسی تر داریم، شما که انقدر رجز میخونید چی شده که حالا التماس کنان کاسه گدایی دستون گرفتید از دوحه تا نیویورک؟ من دو سه روز پیش توضیح دادم، خب اینا یه مدتی مرتب رفتن وین میمادن، وین شروع پایتخت مذاکرات، دیگه یه سر از خبرنگارا چادر زده بودن شبانه روز جلوی هتل محل مذاکرات مستقر بودن. اولیانوف نماینده روسیه اونجا بود، اون کسی که من بارها گفتم اصلا علت انتصابش، در واقع انتصابش رو مدیون شغل شب برادرشه، علی باقری برادر داماد رهبر که رئیس هیئت مذاکره کننده است، مدت‌های زیادی اونجا بود. وقتی هم از اونجا برمیگشت اول میرفت مسکو، اینا حتما یادتون میرفت مسکو گزارش میداد در میومد ایران، یا حتی دوحه که رفت و بعد از این دولت مذاکره کرد از دوحه پرواز مستقیم گرفت مسکو، از مسکو اومد. خب به هر حال یه دوره‌ای به خصوص وین مرکز مذاکرات بود، یا اروپایی‌ها میومدن ایران و مذاکره میکردن. الان راشو نمیدن. علی باقری همون برادر داماد رهبر به محضی که میشنوه که یه سر اروپایی در دو حسن میده اونجا و بالاخره پشت در وای میسه، احتمالاً بین مریض یه ملاقات هم وای میکنن و حالا در سازمان ملل مستقر شدن، دارن سعی میکنن که دولت‌های دیگر رو مجاب کنن به اینکه مثلا جمهوری اسلامی قطعنامه 2231 رو نقض نکرده. خب شما که میگفتید مگه خامنه‌ای نمیگفتش که اگر اینها برجام رو پاره کنن ما آتشش میزنیم؟ در سخنرانی دیروز سعید ایروانی در شورای امنیت سازمان ملل میگه که هم آمریکا نقض کرده برجام رو، هم سه کشور اروپایی. حالا دیگه پاره کردن شاه خودم که نداره، اگر شما تلقیتون از پاره کردن و پاره شدن چیز دیگه از خودتون میدونید، ولی پاره کردن برجام از زیر پا گذاشتنش، وقتی دارید میگید که قبلش که خامنه ای گفته بعد بقیه‌تون هم گفتید که برجام خسارت محضه، گفتید ظریف و دارالاسش خیانت کردن، بعدم الان که میگید، الان چند ساله میگید آمریکا نقض کرده، درست هم میگن، یعنی واقعا خروج آمریکا از برجام کار غیرقانونی بود ولی حالا خارج شده. خب اون که اونطور قطعنامه رو پاره کرده. الان هم که میگید سه کشور اروپایی مکررن برجام رو نقض کردن، پس علت این که شما کاسه گدایی دستون گرفتید راه افتادید که تو همین سخنرانی این آقای ایروانی میگه برجام بهترین گزینه موجوده. خب این کاسه گدایی چه فلسفه‌ای داره؟ چرا مثل آدم زندگی نکردید؟ چرا در داخل کشور طوری رفتار نمی‌کنید که پشتوانه مردم داشت؟ الان ببین اصلا از جمهوری اسلامی این حرفاش گذشته، ولی من دارم این خطاب به کسانی که ممکن هنوز حالا یا فریفته شدن یا خودفریبی میکنن یا منفعتی دارن، چرا باید رفتاری بکنید؟ من دیروز گفتم، پیروز گفتم، تو همین قضایی نکن، تو همزمان همین الان دارن میخوان به دنیا ثابت کنن که اینها آدمای خوبی هستن، تو خلیج فارس میرن کشتی گروگان میگیرن، تو قبرس تلاش میکنن ترور بکنن، توی عراق میرن یه خانم اسرائیلی رو میدزدن، و تو همین شرایط در جنگ بین فلسطینی ها و اسرائیل که من بارها گفتم این کارهایی که اسرائیل الان در جنین میکنه آغشته به جنایت هست، نمیگم همش جنایته، یک حرف اسرائیلی رو من قبول دارم، اون که میگن ما در جنین داریم با جمهوری اسلامی میجنگیم، درست میگن، اما هزینه این جنگ و مردم وجود دارن میدن. خب حالا شد دارن جنایت میکنن، اما تو همین شرایط جمهوری اسلامی رسما وزارت خارجه اعلام میکنه برای ما از مردم جنین حمایت میکنه، و همه دنیا میفهمن حمایت شما یعنی چی، یعنی سلاح. شما که یک عنصر معنوی خیلی مثلا با نفوذ نیستید که برید بسم الله الرحمن الرحیم اوصی کن به تقوی الله، لطفا تقوا رعایت کنید، بعد دو طرف بگن چش بشن جنگ تموم شه. حمایت جمهوری اسلامی یعنی اینکه، یا مثلا حمایت رسانه‌ای که جمهوری اسلامی حمایتش یک قرون نمیارزه، یک سنت نمیارزه، یک دینار نمیارزه، یک نمیدونم فلوس نمیارزه. حمایت که میگن یعنی حمایت سلاح، یعنی حمایت پول. خب شما که انقدر داری زور میزنید در شرایطی که تو که میگی به اوکراین چه ربطی داره که تو جلسه شورای امنیت عوض کنن که ربط داره، اوکراین اومده شکایت کنه که شما با فروش پهباد، فروش که چه عرض کنم، هدیه کردن پهباد و سلاح به روسیه قطعنامه رو نقض کرد، به عنوان شاهد نقض قطعنامه یا اومده شکایت بکنه،
ولی شما که نمیگید به شما چه ربطی داره که در جنین چه میگذره؟ چرا دخالت بکنید؟ آیا شما خودتون موظف میدونید از همه مظلومان دنیا دفاع بکنید؟ چرا از مردم اوکراین دفاع نمیکنید؟ چرا از مردم چین دفاع نمیکنید؟ چرا در سوریه که بشار اسد 500 هزار نفر رو کشت به دست قاسم سلیمانی ملعون و با کمک روسیه دفاع نکردید؟ پس شما دفاعتون از انسانیت یا مسلمون یا شیعه نیست. شیعیان پاراچنار پاکستان رو طوری قتل عام کردن که آیت الله صافی گلپایگان که چند وقت پیش فوت کرد گفت جنایت هایی که پاکستان در پاراچنار انجام داد به مراتب بدتر از جنایت اسرائیل در غزه بود، ولی چون یه سری پیمان امنیتی با پاکستان داشتن، همون موقعی بود که میخواستن از طریق کمک نیروهای امنیتی پاکستان ریگی رو دستگیر کنن، خاک مرگ بر دهان جمهوری اسلامی پاشیدن. خب پس دو اگر ببینید، اگر بنابر اینه که جمهوری اسلامی حق دخالت داشته باشه، دیگران هم برای خودشون حق دخالت، پس نمیتونه بگه به اوکراین چه ربطی داره. اما اگر حق دخالت داره ولی به دلایلی مثل قصه ممنونم محسن ام عزیز، مثل موضوع چین که دفاع نمیکنه، آقای علی مطهری میگفتش که در مجلس رفتم به ظریف گفتم که شما چرا در برابر جنایت های چین در علیه مسلمانان اویغور سکوت میکنید؟ گفتش که ما برای اینکه به حمایت سیاسی چین نیاز داریم در عرصه بین المللی. خب اگر نیاز دارید و به همین جهت چشمتون رو بر جنایت های فجیع دولت چین علیه مسلمانان اویغور، که فقط بحث مسلمانشون نیست دوستان، مردانشون رو عقیم کردن، مساجدشون رو تخریب کردن، از شغل بیرونشون کردن و انواع شکنجه و آزار رو بهشون دادن، جمهوری اسلامی به دلیل نه به خاطر منافع ملت ایران، چون برای خودش نیاز به حمایت چین در عرصه‌های بین‌المللی داره، سکوت کرد. خب الان نمیتونه سکوت کنه تا مسئله مشکل اگر به خاطر منافع نظام شما در برابر جنایت چین در اویغور در بین اویغورها سکوت می‌کنید، الان در برابر جنایت اسرائیل در جنین سکوت کنید. الان بلند نشید برید توی قبرس آدم ترور بکنید. شما که آدم کشی درست خسارتتون، درست اذیت میشید اگر آدم نکشید. ممنونم باردو آلیور عزیز. اینا همه ما میفهمیم که شما سختتونه، ولی مدت دندون رو جگر بذارید اگر راست میگید. به جایی که کاسه گدایی دستتون بگیرید از دوحه، میگم چون اینا رو دیگه اروپا را نمیدن، از اروپا هم کسی نمیاد. امیر عبداللهیان هر موقع فرصت کنه میدونه میره سکسوک میکنه توی دوحه، بلکه این مقام اروپایی رو ببینه. اون برادر داماد رهبرم که در راستای ادای دین به برادرش که شغلش مدیونشه چه خلاف میره اونجا یک کسی پیدا کنه و مذاکره کنه. در سازمان ملل هم شما برید سخنرانی سعید ایروانی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل رو بخونید، سر تا پا التماس میگه تو رو خدا برگردید، ما پایبندیم، ما هیچ چیز نقض نکردیم، شما نقض کردید ولی حاضرین برگردیم. خب مگه این برجام نمیگفتید خسارته؟ میگم مگر خامنه ای نگفتش که اگر اونها پاره کنن برجام رو ما آتش میزنیم؟ فندکتون از گاز خالی شده؟ یا کاغذ برجام خیسه؟ ببینید، زمانی که دولت اوباما داشت برجام، آره بعدا اسمش شد برجام، آره برجام هم که برنامه جامعه نمیدونم اقدام چی در مورد سلاح هسته‌ای، زمانی که دولت اوباما داشت آماده میشد برای به همراه سایر اعضای 5 به اضافه 1 برجام رو امضا کنه، یه سری از سناتورهای جمهوری خواه گفتن که ما اگر دور بعد انتخابات رو ببریم برجام رو پاره میکنیم. پاره کردن که کاغذ رو که پاره بکنن که چیز، خب یه نسخه اینجا هست، دوباره ازش کپی میگیرن. ممنونم رضا ام. منظور از پاره کردن یعنی زیر پا گذاشتن، یعنی نقضش. خامنه ای سخنرانی کرد، البته به شما میگم همین خامنه ای که بعدها گفتش که من در جریان نبودم، مخالف بودم، در فکر میکنم 23 اسفند 93 سخنرانی در جمع اعضای مجلس خبرگان و کلی از ظریف تعریف میکنه، از هیئت مذاکره کننده هسته‌ای تعریف میکنه و میگه که همین حرف اون سناتور آمریکایی رو نقل میکنه، میگه که گفتن که همچی کاری میکنیم. این نشون دهنده اوج سقوط اخلاق در آمریکاست. بعد میگه ما بلدیم چجوری مذاکره کنیم و قرارداد ببندیم که بعدن آمریکایی نتونن ما رو پشت در بگذارن. خیلی دقیق حرف میزنه، بعد میگه مثلا من مخالف بودم از اول. در نهایت میگه اگر اونها پاره کردن برجام رو ما آتشش میزنیم. خب آمریکایی که پاره کردن، تا امروز هم اگر نگفته بودید، حالا تا امروز که دیروز نماینده ایران در نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل گفته که اروپایی ها مکرر این قطعنامه رو نقض کردن. خب قطعنامه‌ای که آمریکا نقضش کرده، در واقع پاره کرده، سه کشور اروپایی هم بارها پاره کردن، شما برای چی دنبالش میگید؟ چرا التماس میکنید که برگرده برجام؟
مگه مداهای حکومتی، مگر حسین شریعت نداری، مگه دیگران همش نمیگفتن برجام خیانت بوده، ای کاش زودتر از برجام خارج شیم، مگه سردار عراقی الاصل با نقدی نگفت که این برجام خیانته، مگه بسیار از ائمه جمله از جمله علم الهدای مشهد نگفتن برجام خیانته؟ خب حالا بهترین فرصت اروپایی که نقضش کردن، بعدم شما که ادعای اقتدار میکنید، استاندار کرمانشاه میگفتش که شعور هم نداشت، گفت گروه 5 به اضافه 1، یعنی یک طرف 5 کشور، یک طرف هم ما، که بعد باید اصلاحش کرد، گفت ما اینقدر اقتدار داریم که 5 تا کشور گذاشته اونور داریم باشون مذاکره میکنم، اون التماس میکنم برای مذاکره. همین دیروز امام جمعه موقت اهواز گفته کشورهای دیگه با مذاکره با اونور خودشون افتخار کسب میکنن. خب چرا این افتخار رو به این کشورهای جنایتکار میدید؟ چرا؟ خسارت که هست، طرفای مقابل هم اصلا اگه الان برجام، من سوالم اینه که اگر برجام دوباره مذاکراتش احیا شد، اروپایی ها و آمریکا برگشتن، شما چه تضمینی دارید که اجرا بشه دوباره؟ شما اگه نمیگید اونا نقض کردن، ما نقض نکردیم، چرا مردم معطل این کار میکنید؟ مگر آقای رئیسی، آقا که چه عرض کنم، این نرینه رئیسی نمیگفتش که ما اقتصاد کشور رو به اینها گره نمیزنیم؟ پس چرا گره خورده؟ چرا به محض اینکه یک نشانه هایی از احیای برجام میاد دلار میاد پایین، به محض اینکه ناامید میشه مردم دوباره میره بالا؟ چرا اینقدر سر صدا بر سر پیمان شانگهای هیچ اثری بر اقتصاد کشور نگذاشت؟ برای اینکه اصل کار جای دیگه است. من توضیح هم دارم، دیدم این یاسر جبرئیلی نوشته که این مهمترین نکته در احیای برجام اینه که در پیمان شانگهای اینه که در سال 2010، اینم دروغ نوشته ولی حالا استناد به حرف خودش، در سال 2010 وقتی که اولین اسناد مربوط به شانگهای امضا شد، گفته بودن کسی میتونه عضو جدید بشه که در تحت تحریم‌های بین‌المللی نباشه، و حالا در حالی که ما تحت تحریم هستیم، با توجه به سیاست‌های آیت الله رئیسی، عضو شانگهای شدیم. عضو شانگهای شدید بی‌نوا، من تو زیر توییت خودم نوشتم، شما افتخار میکنم به این که با اینکه قرار بوده اگر کسی کشوری تحریمه عضو شانگهای نشه، ولی ما اینقدر قدرت داریم که هنوز تحریم هستیم، ولی بعد تو استدلالم کرده گفته که پس نشون میده که الان دیگه بسیار از کشورهای جهان به تحریم ها اعتنا نمیکنن، علارغم که ما تحریمی ما رو تو شانگهای را دادن. خب بینوای دروغگو، دولت چین به استناد تحریم های یک طرفه آمریکا، نه تا به استناد تحریم های بین المللی، به استناد تحریم‌های یک طرفه آمریکا 30 میلیارد دلار پول ایران رو نمیده. ارزه داشتشون پول بگیرید. من که فکر کنم تنها خاصیتی که جمهوری اسلامی تو پیمان شانگهای را انداخت را دارن این که رئیسی یا هر کسی را میره مقدار خاویار وردار ببره اونجا بده اینا بخورن سران کشورها. حالا هیچ نقش دیگه که برای جمهوری اسلامی قائل نیستن. جمهوری اسلامی کدوم توان اقتصادی یا سیاسی یا کدام ابهت بین‌المللی داره که مثلا به وزن پیمان شانگهای اضافه کنه؟ خب ببینید دوستان عزیز، من همیشه گفتم بازم تکرار میکنم، بخشی از اقتدار جمهوری اسلامی نیروهایی هستن که شاید ظاهرا منفعتی هم نداشته باشن، اما بر اساس بعضی از تبلیغات دروغینی که یه مقدارم تا به حال، سلام بر میدان 80 نارمک، تبلیغاتی که بعضی از اصلاح طلبان هم دامن میزنن که آقا جمهوری اسلامی مثلا اقتدار داره، قدرت داره، ما نمیدونم تا مدیترانه رفتیم. خب ببینید الان بچه کاسه گدایی رو ببینید علنی. میگم برید صحبت‌های سعید ایروانی رو بخونید، مقایسه کنید با مداحی‌هایی که میثم مطیعی در حضور خامنه‌ای می‌کرد، مقایسه کنید با سخنرانی‌های علیرضا پناهیان فاسد شریک تکماکارون در برابر خامنه‌ای، مقایسه کنید با سخنرانی‌های رفیعی و عالی و سگ و سوتو و همه چی در حضور خامنه‌ای، من از سگا عذرخواهی می‌کنم، در حضور خامنه‌ای، که مقایسه کنید با سرمقاله‌های کیهان، مقایسه کنید با صحبت‌های ائمه جمعه. چرا رفتین نشستین تو نیویورک داری التماس میکنید؟ مرد و مردانه بایستید یه دفعه اصلا یه صحنه بذارید. به نظرم درسته که خامنه ای الان خیلی نحیف و لاغر و بدبخت بیچاره شده، ولی در حدی چون حتما با آتشینایشون سر کار داره دیگه، یه زغالی با انبار بگیره بزنه رو برجام آتش بزنه، یه فندکی بزنه، یه کاری بکنه دیگه. این اتفاقا به نظرم ببین این دنیا با التماس که کارش درست نمیشه، دنیا تعهد میخواد، و جمهوری اسلامی ثابت کرده دوستان عزیز حتی اگر تصمیم در بالاترین سطوح جمهوری اسلامی گرفته شده باشه که مسئله رو حل کنن، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی خیلی از هم پاشیده است، من دیروزم توضیح دادم
جمهوری اسلامی ناچار به نیروهای باقی موندهش باج بده و اون نیروها بعضن کارهایی میکنن که حتی مورد تایید خامنه‌ای ممکن نباشه. البته خامنه‌ای آدم درو و فریبکار و بی‌جربوزه‌ای بعضن کارهایی رو پشت پرده دستور میده انجام بدن. ولی هر کدوم از دو فرض که باشه دنیا اعتماد نمی‌کنه، یعنی با این التماسا مشکل حل نمیشه. خب ممنونم دوستان، یه چند دقیقه در خدمتتون هستم، اگر نکته‌ای هست با هم بحث کنیم صحبت کنیم. دوستان عزیز، من یه چیز خدمت شما بگم. من 9 ساعت 10 ساعت با شما اختلاف ساعت دارم، اما روز منم 24 ساعته به خدا. این که نظر در مورد لایو فلان کس چیه، نظر در مورد فلان مصاحبه چیه، به خدا من نمیرسم. من همین الانش هم خیلی، حالا قبلا هم گفتم، من چون خیلی تندخون هستم اخبار خیلی سریع میخونم، اما که توقع داشته باشید که مثلا من تمام لایف هایی که دوستان دیگه میذارن رو ببینم، یا حتی اگر ببینم لازم باشه نظر بدم، به نظرم خیلی توقع حداقل قابل اجرای نیست. من نمیگم منطقی نیست، ولی میتونم بگم که حداقل قابل اجرا نیست. خب یکی از دوستان نوشته که این ارازش اینجا چی میخوان. ببینید این ارازش هم که بالاخره یه نوع آدم هن دیگه، این هم دلشون میخواد در روز زمین که در طول روز ناچارن مزخرفات رهبر و رئیس جمهور اینا رو گوش کنن، دلشون میخواد روز چند دقیقه حرف حسابی هم بشنون. خب بیان اینجا که چند دقیقه حرف حسابی بشنون، اشکال نداره، من حلالشون میکنم، مجانی استفاده کنن. یه خورده شاید اون رسوبات حرفای مزخرف رهبر و رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه از بدنشون بره بیرون، یه خورده حرف حسابی هم به گوششون بخوره، شاید آینده به دردشون بخوره. من نظرم در مورد آقای نصیری دیروز گفتم دوستان عزیز، ببینید آقای نصیری داره واقعیت‌های جامعه رو منعکس می‌کنه، ممکنه با بعضی از مسائل هم خودش موافق نباشه. من واقعا نظرش رو نمی‌دونم در مورد شاهزاده، در مورد پادشاهی، در مورد سلطنت، در مورد قبل از انقلاب. قبل از انقلاب می‌دونم ایشون حتما جزء کسانی که مخالف وضع موقع بوده، ولی شجاعت یک فرد اینه که واقعیت‌ها رو بگه. داره واقعیت‌ها رو میگه، به نظر من در این زمینه صداقت داره به خرج میده و همین قابل احترامه، به جایی که مثلا ائمه جمعه بگی 80% مردم خواهان حجاب هستن، آقای دکتر محتن برهانی، آقای مهدی نصیری دارن علنا میشن مناظره میکنن و واقعیت رو میگن. آقای محبی گفتن که وای تو برای خودت رانی باز میکنی. حالا من برای خودم رانی باز کنم اشکال نداره، اما شما برای اربابای چین و روسیه چیزای دیگه باز میکنید، اون شاید قبیح تر باشه. اینم برای اینکه خستگی دوستان در بره. ممنونم حسین، آقای گل محمدی عزیز ممنون، عید شما مبارک. خب من دارم نگاه میکنم دوستان ظاهرا. خب این که اگه برجام امضاشه به ثبات حکومت کمک میکنه، یعنی ببین دوستان عزیز، برجام یک ابزاره، پیمان شانگهای یک ابزاره، تعاملات بین المللی همش ابزاره. اگر یک حکومت سالم و کارآمد در ایران باشه از این ابزارها میتونه استفاده کنه.
مگر زمانی که برجام مدتی که جاری و ساری بود اینا تونستن استفاده بکنن؟ مگه اون همه پول که اوباما نقد در اختیارشون گذاشت مشکلی از مدیریت کشور حل کرد؟ مگر مشکلی از اقتصاد مردم حل کرد؟ اینکه شما فکر کنید که آیا اگر برجام احیا بشه کمکی به حکومت میکنه، کمک چیزی به حکومت کمک میکنه که شیوه حکمرانی رو اصلاح بکنه؟ اینها اصلا اولا قبول ندارن که شیوهشون غلطه و ثانیا دست‌های مسلطی که در حکومت هست منفعتشون در اینه که برجام احیا نشه، منفعتشون در اینه که اقتصاد کشور، باز برجام میگم ابزاره، برجام وسیله‌ای هست و ابزاری هست برای اینکه اقتصاد کشور استاندارد بشه. در یک اقتصاد استاندارد بچه بوگندوی شمخانی کجا میتونه روزی چند میلیون دلار در بیاره؟ در یک اقتصاد استاندارد این همه کارشناس حوزه مسکن هست، این همه مهندس خوب هست، این همه معمار خوب ما داریم، کجا انگلزاده های ولایتی میتونن برن برج ساز بشن در ترکیه؟ در یک اقتصاد استاندارد چطور میشه قائم مقام قالیباف 12,000 میلیارد تومان به نرخ 10-12 سال پیش اختلاس بکنه؟ اون آقای ابوالفضل نمیدونم چی که از یاران علم و هدا بود در مؤسسه سامان الحجج در مشهد چجوری میتونه در اقتصاد استانداردی هم بخوره؟ دیو سالار اطرافی هاشم شاهرودی، تبری اطرافی صادق لاریجانی، اون آقایی که با خاوری کار میکرد و از دوستان محسن اژه بود، اینا در یک اقتصاد استاندارد نمیتونن انقدر چپاول بکنن. پس منفعتشون در اینه که اینا فقط ببینید منفعتشون در چیه، اینا بازیشونه که فکر میکنن که اگر مذاکرات رو کش بدن، یعنی دو طرف قصه، آمریکا یا متاسفانه یک طور، اروپا یک طور و جمهوری اسلامی با دقت بیشتر دنبال زمان خریدن هستن که به بمب برسن. این احمقا فکر میکنن که اگر بمب بسازن دنیا ازشون وحشت میکنه دیگه، بهشون باج میدن که خبرا نیست. اگر کره شمالی بمب داره و دنیای خورده احتیاط میکنه، بلکه کره شمالی به اندازه جمهوری اسلامی خائن نداره، به خداوندی خدا جمهوری اسلامی بمب هم بسازه همین بچهای سپاه دو دستی میرن بمب تقدیم اسرائیل میکنن. ببین این روز حرف من چه روزی به شما زدم. ببین بازی هایی که دنیا داره میکنه، دنیا برای ترسوندن کشورهای منطقه، کشورهای دیگه و فروختن سلاح برای اینکه بتونن امتیاز بگیرن، قدرت حتی هسته ای جمهوری اسلامی رو مافوق واقعیت نشون میدن برای اینکه امتیاز گیری بکنن از کشورهای دیگه. اما گیرم که جمهوری اسلامی فردا بمب هسته‌ای داشته باشه، به خدا هیچ اتفاقی نمیفته. برای اینکه کره شمالی ببین یک چند نفر اصلا دارن میخورن میچرن، واقعاً سیستمی داره کار میکنه، اصلا خیلیشون شاید نمیدونن دنیا چه خبره. جمهوری اسلامی که یکی از یکی دوست‌تر، انگلزاده هاشون یه خط درمیون خارج از کشورن، مگه میشه مثل اینا که میگن میخوان مثل کره شمالی ببندن نمیفهمن در درون حاکمیت چه خبره؟ فردا زن قالیباف اگر احساس کنه که دخترش و دامادش تحت فشارن، شب متکا میذاره رو دهن قالیباف خفش میکنه. این خبران نیست که شما فکر کنید که جمهوری اسلامی یک مش انگلزاده سیری ناپذیر تربیت کرده. ببین دوستان عزیز، خدا شاهده فکر نکنید حرف الانه، سال 82 دقت کنید دوستان چی میگم، سال 82 یه بحثای مطرح بود بر اوائل همین مذاکرات هسته‌ای بود. من یه موقع به شوخی به آقای کروبی گفتم که ببین آقای کروبی یه موقع هوس نکنید برید بجنگید، دنیا با جنگ تو دنیا را بفتید. به شوخی گفتم شما اگه بخوای برید بجنگید همین حسین خودتون چون متکا شب میذاره دهن شما رو خفه میکنه. خدا شاهد این حرفی که بهش زدم. اصلا شما خبر اینا که این حرفا رو میزنن که میخوان تبدیل به کره شمالی کنن، خبر ندارن که اینا یه مش مفتخوره. بسیارشون آقای حداد عادل که داماد شهید پرور آمریکایی داره، سفیرشون در بلژیک که عروسش فلانه، در داخل کشور ولایتی بچه‌هاش باید برن ترکیه بردسازی بکنن، قالیباف بچه‌هاش باید برن سیسمونی از خارج بیارن. چند تا دیگه براتون بگم، نوه‌های خمینی که تو کانادا نماز با کیفیت میخونن، دختر علی لاریجانی که تو آمریکا تبابت میکنه، اون یکی قاضی سرشناس که زن و بچه‌اش خارج از کشورن، اصلاح طلب و غیر اصلاح طلب هم نداره. اینا مطمئن باشید دوستان عزیز به هیچ وجه نه ایران قابل تبدیل شدن به کره شمالی نه میتونه انجام بدن. اینا فقط حرفای مفته به خاطر اینکه زمان بخرن. میگم اینا از حماقتشونه و خودشون هم، حالا یه سری از افرادی که برن گزارش میدن این سیستم رو دارن کش میدن به دلیل اینکه هر روزی که بهونن چپاول میکنن. یعنی شما فکر کنید که امروز حکومت ساقط چی یا فردا برای بچهای قالیباف بهتره؟ خب تو هم امروز تا فردا همشون سقوط رو میدونن. پس من از جهت توضیح دادم که ببینید دوستان، این که میگید آیا برجام به تحکیم حکومت کمک میکنه، نخیر، کش دادن این موضوع بازی که هم غربی ها دنبالشن به دلیل ببینید الان هی میگن که نمیدونم داریم مذاکره میکنیم. اصلا مذاکره برای چیه؟ مذاکره خیلی جالبه، دیدم امیر عبداللهیان گفته که ما
مذاکرات رو با دو هدف داریم انجام میدیم، ضمن اینکه برای یکی هدفمون خونسا سازی تحریم هاست و بی اثر کردن تحریم ها، یکی برداشتن تحریم ها. تونستن؟ آیا این همه ادعایی که میکنن کوچکترین تأثیر بر اقتصاد تونستن داشته باشن؟ این حرفا نیست. و مطمئن باشید که این وضعیت هم میگم یه سری افراد در داخل حکومت هستن که همین وضع نابسامانی، یعنی ببینید وقتی بلا تکلیف باشن ناچارن میرن میگن آقا ما تا یک سال مثلا میرن پیش خامنه‌ای که ما تا یک سال دیگه هم نمیدونیم مذاکرات برجام به نتیجه میرسه یا نه، خب باید چیکار کنیم؟ باید مثلا کماکان 25 میلیارد دلار پول دست حسن قلی داشته باشیم، دست محمد سیاه، زمان مهندس موسوی کسی محمد سیاه بهش میگفتن، میرفت تو بازار با در واقع خرید و فروشای کلان ارز نرخ بازار رو تعیین میکرد، محمد سیاه معروف بود. حالا مثلا نمیدونم حسین گاو، نمیدونم کامبیز اولاق، هرچی اینا که الان داره، اینا منفعتشون در این که اوضاع همینطوری باشه به خاطری که بتونن سوء استفادهشون رو بکنن. چون اگر اقتصاد به یک وضعیت نرمال و استانداردی پیدا بکنه دیگه تمام اینا، میگم شما به من بگو بچه شمخانی در یک اقتصاد رقابتی چه نقشی میتونه داشته باشه؟ بچه نونور حداد عادل که مادرش میاد تلویزیون میگه که ما بچه‌م می‌خواست رشته‌ش عوض کنه، ما مدرسه خوب پیدا نکردیم رفتیم یه مدرسه اختصاصی درست کردیم، خب اون بچه اگر در شرایط عادی چیکار میتونه بکنه؟ ولی اینا منفعت، یعنی هم حداد عادل هم قالیباف، یعنی جناح‌های مختلفشون از جبهه پایداری گرفته تا اصولگرای عادی تا اصلاح طلب، منفعتشون در همین اوضاع بلبشه. ببینید حکومت اگه ساقط بشه که خب رفتن تموم شده میره، همشون هم میرن، قطعا هم اینطور اتفاق خواهد افتاد. حکومت اگه تثبیت هم بشه به هر دلیلی، با سرکوب با هر چیزی، دنیا به این نتیجه میرسه خب یه حکومتی هست باید باش بسازیم دیگه، نفت داره امکانات داره، میان قراردادها عادی میبنن به اقتصاد نرمال میشه، در اقتصاد نرمال نمیتونن زندگی کنن. به همجد منفعتشون در همینه که نه حکومت تثبیت بشه نه حکومت سرنگون بشه. این وضعیتی که من قبلا گفتم متاسفانه بعضی از کسانی که در بعضی از رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور فعال هستن همین وضعیت به نفعشونه. یعنی اگر جمهوری اسلامی ساقط بشه بره اینا بیکار میشن. اگر نه همشون ادعیشون، اگر جمهوری اسلامی به یک حکومت تثبیت شده تبدیل بشه مطمئناً نه عربستان دیگه پول میده بابت رسانه‌های فارسی زبان، نه آمریکا میده، نه انگلیس، نه هیچی، اینا هم جمع می‌کنن میرن. همین وضعیت در داخل و خارج از کشور هست و متاسفانه یکی از دلایلی که این وضعیت بلا تکلیف و کژدار و مریض هم در بخش اپوزیسیون هست هم در داخل کشور علتش همینه. خب ببینید این که شاهزاده سفری داشتن با یکی از سرمایه‌گذاران، با یکی از فعالان بزرگ اقتصادی جهان، با یک میلیاردر معروف مذاکره کردن، اصل موضوع اینه که حالا که ایشون در یک مثلا هتل لاکچری سکونت کرده، من واقعا نمیدونم، ما ظاهرا این چیزا برامون جایزه بیشتر داره، من واقعا تو جزئیات وارد نمیشم و همینقدر که اقدامی بشه، تلاش بشه برای، قبلش هم یک نشستی در کالیفرنیا برگزار شد، بسیاری از سرمایه‌گذاران با شاهزاده جلسه داشتن و جالب هم هست که بسیار از رسانه‌هایی که برای یک نشست به درد نخور واشنگتن و بعضی از نشست‌های دیگه اینقدر سرمایه‌گذاری کردن، اینقدر تبلیغ کردن، در مورد اون نشست برنامه نداشتن. این نشستم من منتظر میمونم که اعلام بشه مثلا چه کارهایی قرار انجام بشه. خودم رو سرگرم این که حالا مثلا هتلشون 7 ستاره بوده یا 4 ستاره، خودم سرگرم این چیزا نمی‌کنم. البته حق داریم هممون این خواسته منطقی رو داشته باشیم که همه کسانی که از طرف مردم ایران مذاکره میکنن یا از طرف بخشی از مردم ایران مذاکره میکنن در وعده هایی که میدن و در کارهایی که میکنن خیلی نباید امتیازی بدن که بعداً قابل اجرا نباشه یا تعهدی بودن که برای مردم ایران هزینه‌های غیر قابل حساب داشته باشه. خب ممنونم از همراهیتون، لطفاً لایک رو فراموش نکنید، سابسکرایب رو فراموش نکنید و کامنت حداقل یک کلمه زبان انگلیسی. شب و روزتون خوش، خدا نگهدارتون.